اینا که میبینید میگن امام زمان نمیشه دید، کسی نمیبینه، اینا چه آخون باشه چه غیر آخون کمک به بهایی ها میکنن، هر چی میخواد باشه. اگر روی فهم و درک اینجور حرفایی رو میزنن خدا لعنتشون کنه، و اگر روی فهم و درک نمیزنن خدا هدایتشون کنه. امام زمان نمیشه دید یعنی چی؟ همه دروغ گفتن تو یه نفر چون خودت ندیدی بدبخت میگی که نمیشه دید. علامه هلی دیده، سید بحرالعلوم که مکرر اصلا میشناخت حضرت رو، سید ابن طاووس مرحوم مجلسی، مرحوم استبولحسن اصفهانی، مرحوم آقای بروجردی، تمام این مراجع تقلید از اول تا به آخر همه دیدن، تو یکی چون ندیدی میگی نیست. خب چطور میشه من بله اینجوری باشم و ندیده باشم؟ حاج علی بغدادی میگه در تشرفی که خدمت امام زمان داشتم عرض کردم که آقا ما وقتی به مشهد میرفتیم در همین حوالی بینارود در جای اتراق کردیم، یکی از شیعیان که نامش چنین بود و از اطراف نجف در اون زمان به زیارت علی ابن موسی رضا آمده بود، ما که داشتیم میومدیم و داشت بر میگشت، در یک منزلی هم منزل شدیم، گفتیم چه خبر؟ گفت چی مرده بودم زنده شدم، دولت پاینده شدم، عالیم. گفتیم چطور؟ گفت من 14 روز در مشهد و رضا بودم، در زیارت علی ابن موسی رضا بودم، 14 روز لقمه علی ابن موسی رضا رو خوردم، سر سفره علی ابن موسی رضا بودم، 14 روز گوشت و پوست و استخوان من از سفره حضرت رضا پروریده شده و آمیخته شده، مگر می توانند این دو ملک شب اول قبر از من سوال بپرسند و حال این که من 14 روز سر سفره حضرت رضا بودم؟ حاج علی بغدادی میگه که خب همچین جمله خیلی مثلا به یک معنا غرور میخواد، اعتماد به نفس میخواد. من به حضرت ولیعصر گفتم آقا این زائر نجفی که آمده بود مشهد 14 روز مونده بود همچین چیزی میگفت، چجوری حرف او؟ مثلا شاید توقع داشته که امام زمان بفهمن نه آقا دیگه اینجوری هم نیست که حالا کسی بلند شه بره مشهد بگه من جواب نکیر و منکر رو نمیدم و جواب قبر رو نمیدم و دیگه آزادم از همه جا، اینجوری هم نیست. اما دیدم که حضرت ولی از منقلب شدن، 3 مرتبه این جمله رو تکرار کردن، فرمود والله جدی از زامن، والله جدی از زامن، والله جدی از زامن، سوگند به خدا جدم علی ابن موسی رضا زامن است، خواهد اگر خدای نبخشد گناه ما بر ما چرا امام چنین مهربان دهد. این پرچمی که بر فراز حریم تو میوزد راه بهشت را به محبان نشان دهد، بی امتحان مرا به غلامی قبول کن، رسوا شود دلم اگر که به تو امتحان دهد. شما همه موارد بهداشتی رو رعایت کن، همه توصیه ها رو هم انجام بده، در کنارش اگه دنبال یه درمان معنوی هستی، یه آرامش معنوی بسیار بسیار قدرتمند، این مطلب رو هم از دست نده. الان وقتشه، خدا گواه الان وقتشه که یه رسمی رو که کمرنگ هم شده نهایت استفاده رو ازش کنیم، خاصه که الان اجتماعات معنوی هم با مشکل مواجه شده، چقدر به کار میاد الان و چقدر گره گشاست با برکات بی پایان. چی اون؟ روزه های خونگی. آقا الان کسی نمیاد روزه بخونه، هیچ عیبی نداره، اتفاقا بهتر که یه موقعیتی برای خودمون به وجود میاد. روزه خون نیست؟ بهتر. تا حالا دوست نداشتی روزه بخونی؟ آرزو نداشتی اسمت تو لیست روزه خونای امام حسین باشه؟ خدایی دوست نداشتی که اسمت تو دفتر ارباب باشه تو این زمینه؟ الان وقتشه، تازه مستمعینت هم مستر هستن، دلاشون آماده است، خیلی اثراتش هم بالاتره، جلسه بدون هیاهو خالصانه، پاکتی هم که قرار نیست بگیری شما، کلاس کار بالاتره دیگه. خب چی کار کنیم؟ خیلی راحت متن روزه رو مختصر بنویس رو کاغذ، خیلی مختصر، هممون هم بلدیم، اصلا متن روزه تو اینترنت موجوده، با یه سرچ ساده میاد، چند بیت شعر بعد هم همون متن، کتابای روزه هم هست، اهل خونه رو جمع کنیم 2 نفر 3 نفر هر چی هستن دور هم بشینیم، خیلی ساده شروع کن از روش خوندن، لحن هم نمیخواد، همون دکلمه بار بخون، اشک هم جاری نشد عیب نداره، تباکی همون به حالت عزا دستتو بذار رو صورتت. مجلس امام حسین شکل گرفته، روزه و مرثیه یعنی همین، بیان مصائب ابا عبدالله الحسین علیه السلام،
مثال اومد کنار خیمه های ابو عبدالله، به خیمه سقاخونه رسید، مشکای خالی آب رو دید و کودکانی که از شدت آتش دامنای عربی رو بالا زدن، شکماشون رو ریگ های نمناک خیمه گذاشتن. همین شد روزه. بعد اون وقت جلسه روزه یعنی چی؟ یعنی ملائک میان، مادر سادات تشریف میاره، حکم حائر حسینی پیدا میکنه، یعنی دعا مستجابه. خب حالا چی کار کنیم؟ حالا اکسیر اعظم امام زمانت فرموده من دعا میکنم در حق هر مؤمنی که بعد از ذکر مصائب جدم سید و شهدا برا فرجم دعا کنه. دعا امام زمانتو میخوای؟ همینجور آروم، نیازی هم نیست بلند بگی، تسبیحاتونو بردارید، نفری 40 مرتبه اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه. چند دقیقه بیشتر وقت نمیگیره. دعا کردی برای امام زمانت، حجت حی زمان، همه کاره زمین و زمان برای دعا میکنه، دیگه چی میخوای؟ فرموده و اکثر دعا به تعجیل الفرج فان ذلک فرجکم. زیاد دعا کنید، 40 مرتبه دعا کردی، فرموده زیاد دعا کنید، نجات شما تو همینه، همه چیزتو تضمین کردی، نجاتتو تضمین کردی. نهایت خیر و رحمت توی جلسه ساده، تو این ایام که خیلی ها تو خونهاشون هستن و استرس دارن، این بهترین نسخه است. هر روز، دو روز یه بار، حداقل هفته یه بار، شبهای جمعه این جلسه روزه ساده رو برپا کنیم، خودمون روزه خون باشیم. یه وقت فکر نکنی اینجوری رسمیت نداره و اونی که باید بشه نیستا، اتفاقا این گونه مجالس قوغا میکنه. شاید شنیده باشید این جریان رو، شخصی تو نجف به نام سید جعفر شیرازی، ایشون فوت شدن، آیت الله سید عبدالهادی شیرازی برای ایشون مجلس گرفتن، مجلس ترحیم. شاید برای عده سوال بود چطور شده این عالم برای این فرد مجلس گرفته. همین شیخ عبدالهادی برای یکی گفته بود که من داستانی دارم از این شخص. داستان چیه؟ گفت شب اول محرم تو عالم رؤیا دیدم سید الشهدا علیه السلام تو مکانی ایستادن و یه شخص دیگه ای هم که نویسنده هست در کنارشون ایستاده، که اون نویسنده یا جناب قمر بنی هاشم یا جناب علی اکبر علیهم السلام. بیان میکنه امام حسین علیه السلام نام شخصی رو بردن و فرمودن اسمش رو از دفتر خط بزن و نام سید جعفر رو بنویس. میگه تعجب کردم، سید جعفر چی کار کرده که امام حسین اسم یکی رو خط میزنه و اسم ایشون رو جایگزین میکنه؟ فردا ازش سوال کردم سید جعفر چی کار کردی تو دیروز؟ سید جعفر میگه دیروز حرم بودم، با خودم فکر کردم که من تا حالا گریه زیاد کردم ولی کسی رو نگریوندم برای امام حسین. رفتم یه کتاب مقتل خریدم، بردم خونه که برای زن و بچم روزه بخونم. با همین حرکت اسم یکی رو خط زدن، اسم یکی دیگه رو جایگزین کردن. نه جلسه آنچنانی، نه سیستم صوتی، نه جمعیت، نه هیاهو، یه روزه ساده و کوچولو برای زن و بچه. ببینیم چه کارا میکنه. حالا شما بیای این جلسه روزه ساده و نورانی رو برپا کنی با محوریت درخواست فرج، نورون علا نور. جوانی بود، این یه داستان خیلی زیبایی براش به وجود اومده بود تو محلشون، تو یکی از دهات، عاشق دختر کت خدای اونجا شده بود، عجیب فریفته دختر شده بود و دیگه هیچی هم فکر نمیکرد جز اینکه وسایل ازدواج به او فراهم بشه. خب خیلی هم فهمیده بودن پدر و مادر همین پسر، پدر و مادرش گفتن آخه این فکر چیه تو داری میکنی؟ ما تناسب نداریم و زندگی ما با زندگی کت خدا اصلا یقینا کت خدا قبول نمیکنه. هر کاری میکنن که این پسرشون از این فکر منصرف بکنن در نمیشه و عجیب داره زندگیش از بین میره. و خود پسر متوسل شده بود، گفت آدم خیلی ساده هم بوده، و من تو توسلات دو تا توسل فقط بلد بودم، یکی توسل به علی اکبر سلام الله علیه رو خیلی دوست می‌داشتم چون جوان بودند و پاک بودن، خیلی دوست می‌داشتم ایشون. یکی هم توسل به امام زمان علیه السلام. بذار توسل پیدا کردم و خیلی با زبان خالص گفتم که این مسئله برای من حل بکنید، من ناراحتم چند وقت بینید چوری براش حل کرده بودم. حالا خیلی خیال میکنن حلش به اینه که ازدواج جور بشه، نخه، مهمتر از اینه که این فکر آزاد بشه.
که انسان اینجا که نشسته سا فکرش هم مشغول جایی نباشه تا بتونه پرواز بکنه با خدا حرف بزنه. این محبت و این مجازی رو باعث میشه انسان فکرش هم تو مشغوله، از که با امام حسین حرف بزنه، گریه بکنه، به فکر یک کسی. این جوان شب خواب یه پیرمرد رو میبینه، پیرمرد خوابش میگه من مادم شما رو نجات بده. چطوری؟ شروع میکنه از این راه واردش میشه که اتفاقات که روز بعد براش اتفاق میخواسته بیفته همه اینا رو براش تعریف میکنه، گفته فردا فلانه میاد با این حرفا رو میزنه، شما این تو جواب بده، کار درستش اینه، شما فلان جا میری فلان اتفاق میفته شما این کارو بکن، فلان جلسه میری همچی میشه شما این کارو بکن. قشنگ هر شب به خوابش میاد با یکی برش دیگه چی این جا اصلا از فکر اون دختر کم کم میاد بیرون و همش تو فکر انجام وظیفه بوده. یه شبم پیرمرده تا میاد به خوابش انگوش شستشو میگیره، چون میگن تو خواب اگه انگوش مرده رو بگیرید هر سوال ازش کنید جواب میده، انگوش شستشو میگیره میگه شما کی هستی؟ پیرمرد یه خنده میکنه میگه من نه مردم که شما انگوش شستشو میگیره زنده. حالا شاید حضرت خضر سلام علیه بودن نمیدونم، بعد جالب بود یکی از دوستانمون دیده بودش همین جوان رو، ازش تعریف میکرد که فرمانده به سربازا گفته بود که اینجا نیت 10 روز بکنید، نمازا رو کامل بخونید، روزا رو هم بگیرید، ما 10 روز میمونیم اینجا. شب پیرمرد به خواب همین جوونه میاد میگه نه شما نیت نکن، شما روز ششم از اینجا میرید، علتش هم اینه فلان فرمانده میاد اینجا و دستور میده که شما اینجا برید فلان جا، شما 10 روز اینجا نمیمونید. هیچ نیت نکرده بود و همینطور هم شده بود. می‌دید یه همچین هدایت‌هایی گاهی تو ذهنش هم همینه که دیگه فکرش آزاد میکنه از اون مسائل پوچ محبت‌های مجازی که انسان رو از همه چی محروم میکنه. آمد محضر آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام، عرض کرد آقا دوستان ما از ما خواستن که از شما بخواهیم براشون دعا کنید. حضرت با تعجب فرمودن مگه من برای شما دعا نمی کنم؟ والله لتعرض علینا اعمالکم کل صباح و مساء، هر روز صبح و عصر اعمال شما رو به ما عرضه میکنن، اگر کار خوب کرده باشید خدا رو سپاس میگویید، اما اگر گناه و خطایی ازتون سر زده باشه از خدا برای شما طلب مغفرت میکنید. زندگیمون به اشراف معصومه، زندگیمون به اشراف حضراته. آوی موسی بن سیار میگه ما وقتی علی ابن موسی رضا رو میوردیم ایران، نزدیکی های شهر طوس که رسیدیم یه جنازه رو داشتن تشییع میکردن، یه وقتی دم امام هشتم پیاده شد رفت این صورت مبارکش رو گذاشت به سینه این جنازه و فرمود فلانی با اسم صدای زد بشارت باد بر تو بهشت، اهل بهشتی، ما با تو هستیم، تو با ما هستی، کنار ما هستی. گفتم آقا شما که اینجا نبودید، اولین سفرتونه، مگه مردم طوس رو میشناسید؟ فرمود موسی ساکت باش، تو نمیدانی اعمال شیعه های ما رو صبح و شب پیش ما میارن، صباحاً و مساء، ما تمام اعمال شیعیانمون رو خبر داریم، هر کجای دنیا باشند از اعمالشون اطلاع داریم. فرمود که این معنا بر من گران آمد که هر روز و هر شب پرونده ما رو محضر امام رضا علیه السلام عرضه کنن، چون اون موقع امام رضا امام زمان این فرد بوده دیگه. فقال لی اما تقرأ کتاب الله عز و جل، حضرت فرمودن این معنا برای گران آمده، آیا این آیه خدا رو نخونده اید و هرچه میخواهید عمل کنید خدا و رسول خدا و مؤمنون شما را میبینن، مراد از مؤمنون ما هستیم. در زمان هر ولی اعمال به محضر اون ولی عرضه میشه. همه حرف ما این است، دو کلام، اگر دوست داریم امام عصرمون را، حضرت رو با اعمال بدمون ناراحت و افسرده نکنیم. یک بررسی داشته باشید الان از اعمال اجمالی هفته گذشته، حضرت نسبت به عمل من چه حالی داشتن؟ ناراحتش کردی آقا را یا مسرورش کردی؟ اگر کاری کردیم خدای نکرده که دل آقامون رو ناراحت کردیم به درد بودیم، عذرخواهی کنیم از محضر اون بزرگوار و سعی کنیم عمل کرده ما طوری باشد که دل نازنین اون حضرت به درد نیاد. خداوندا شیعیان ما از شعاع نور ما و از باقی مانده گل ما خلق شده اند و با تکیه بر محبت و ولایت ما
گناهان زیادی مرتکب می شوند. پس اگر گناهانشان میان تو و آنهاست، از آنان بگذر و ما را خوشنود کن. خدایا آنان را وارد بهشت کن و از آتش نگاهشان دار. در سردابه مقدس سامر را امام زمان علیه السلام مشغول دعا کردن بود و سید ابن طاووس مشغول شنیدن و آمین گفتن. نلبندی در اصفهان زندگی میکرد، 25 مرتبه در اون زمان رفت به کربلا روز عرفه بعد از این تجبیه تزکیه، سفر 25 این نلبند میرفت. یک مسافری هم از یزد راهی کربلا بود با این مرد نلبند اصفهانی رفیق راه شد. بین راه مریض این مرد متحیر من بگذارمش چگونه جواب سید الشهدا را بدم، ببرمش چگونه با این حال برسانمش؟ در این تأمل تفکر بود زائر یزدی فوت شد. هنگام مرگ وصیت کرد، گفت مرکب من، همه اموالی که با من مال تو، جنازه مرا به کربلا برس. جون داد این مرد، اون را به مرکب بست، افتاد بر زمین، دوباره به مرکب بست، افتاد به زمین، مرتبه سوم افتاد به زمین، اشک جاری شد، رو به قبر سید الشهدا کرد، گفت با زائرت چه کنم؟ اگر جنازه رو بگذارم جواب تو را چه بدهم؟ اگر بخواهم بیارم قدرت ندارم. در این گیر و دار یک مرتبه دی 4 نفر پیدا شدن سواره. یکی از اینها از مرکب پیاده شد، نیزه رو به گودال خوش زد، یک مرتبه آب زلال جوشی. خود اینها جنازه این یزدی را قسل دادن، کفن کردن. بعد اون کسی رأس 4 نفر بود جلو ایستاد، بر جنازه نماز خون. بعد هم که نماز تمام شد رو کرد به این نلبند، فرمون جنازه رو ببر در وادی ایمن کربلا دفن. جنازه رو این بار بس تا چشم باز کرد، دید از قافله گذشت بدون تعطیل. در وقت چشمش افتاد به سواد شهر کربلا. بعد از
20 روز قافله رسید. بعد این قضیه رو برای مردم نقل کرد، مردم به او خورده گرفتن که این حرفا رو چرا میزنی. لب فرو بست. شبی با اهل و ایالش در خانه نشسته بود، صدای در بلند شد، آمد در رو باز کرد، دید مردی ایستاده، گفت ولی یأس صاحب الزمان تو نمیخواهد. همراه رفت، دید قبله عالم امکان در عرشه منبری، جمعی که پای منبر نشستن قابل احسانی، صدا زد از بالای منبر، جعفر بیا. وقتی رفت فرمون چرا لبست؟ به مردم بگو منتشر کن تا بدانن ما به ظاهر قبر جدمون حسین ابن علی چه نظری داشت.